احمد رزا سید هستم یک آموزش دیگه در بحث فیلمسازی و تکنیک های مربوط به ادیت تصویر رو میخوایم با هم امروز آموزش ببینیم کاری که میخوایم امروز انجام بدیم تبدیل یک فیلم معمولی هست و دو بودیه و ما میخوایم این رو تبدیل بکنیم به یک فیلم 3D آناگلیف با نرم افزار ادوبی پریمیر کاری که میکنیم نرم افزار پریمیر رو باز میکنیم یک پروژه جدید رو باز میکنیم 2D Movie to 3D ما یک تصویر رو ایمپورت میکنیم توی نرم افزار و قبل از اینکه بخوام روش کار انجام بدم من میخوام این تصویر رو ببرم با زدن کلید آی از جایی که میخوام تصویر رو داشته باشم تا جایی که دیگه نمیخوام همینجا کلید او رو میزنم در واقع اینپوت output و ویدیو رو سلکت میکنم بعد از اینکه ویدیو رو سلکت کردیم میتونیم این ویدیو رو به داخل تایم لاین بیاریم همینطور که میبینید یک ترک ویدیویی برای ما باز میشه با مشخصات ویدیویی که تصویر برداری شده و این ویدیو به صورت کاملا خام و دو بودی هست حالا برای اینکه ما بخوایم این ویدیو رو به صورت سه بودی و سه بودی آناگلیف تبدیل بکنیم یعنی در واقع نیاز داریم که دو تا لایه ای تصویر داشته باشیم پس من با زدن کلید کنترل C یا کامند C این تصویر رو کپی میکنم و در لایه ویدیو 2 این تصویر رو پیست میکنم دقت بفهمید که نشانگر تایملاین به اول تایملاین برگرده بنابراین من الان دو تا تصویر روی هم قرار گرفته دارم دو تا لایه که یک تصویر در واقع هستن کاری که ما باید اینجا انجام بدیم اینه که همینطور که میدونید تصاویر تریدی آناگلیف که با اینکه های سبودی قرمز و آبی دیده میشن باید دو تا کانال ویدیویی قرمز و آبی یا مجنتا و سایان داشته باشن برای همین من کانال بالایی رو تصمیم میگیرم که قرمز بکنم از قسمت ویدیو افکت قسمت ایمیج کنترل قسمت کالر بالانس آر جی بی این فیلتر رو افکت رو به لایه بالایی اعمال میکنم توی قسمت افکت کنترل میبینیم که رد گرین بلو برای ما فعال شده خب من میزان در واقع مقدار گرین رو صفر و بلو رو هم صفر تعیین میکنم میبینیم که این لایه کاملا صورت ارقوانی و مجنتا در مد. حالا این لایه رو خاموش میکنم به لایه پایین میرم لایه پایین رو سلکت میکنم و باز همین کالر بالانس رو روش اعمال میکنم این بار فقط بخش قرمز رو صفر میکنم که به صورت سایان در بیاد هنوز کار ما تموم نشده در قسمت بالا کاری که باید انجام بدیم یک مقدار من تصویر لایه بالایی رو در حد دو پیکسل به سمت چپ میبرم که نمای لفت یا چشم چپ ما رو تشکیل بده پس 960 رو میذاریم 958 در قسمت پایین لایه پایینی همین اتفاق به صورت برعکس میفته که این به سمت در واقع چشم راست ما نزدیک بشه لایه رایت ما باشه هنوز اتفاق خاصی نیافتاده برای اینکه این, این دوتا تصویر روی هم قرار بگیرن پریمیر به ما یک امکانی رو میده که در قسمت اوپاسیتی اول من اوپاسیتی رو خاموش میکنم این ساعت کناریش رو و در قسمت بلند مود اون رو از تمام حالت بلندی که اینجا برای ما گذاشته حالت سکرین رو انتخاب میکنم حالا میبینید که دوتا تصویر روی هم افتادن و این تصویر کاملا یک تصویر 3D آناگلیف هست که اگر شما الان با عینک های سبودی این تصویر رو ببینید بعد و عمق میدان رو در واقع توی این تصویر به وضوح مشاهده خواهید کرد امیدوارم که از این درس لذت برده باشین تا برنامه بعد و آموزش بعد خدا نگهدار